تجارت، صنعت و سرمایه گذاری که هرات را به قطب اقتصادی کشور بدل کرده است، بخش خصوصی و بازرگانان بیشترین نقش را در شکل دادن این قطب اقتصادی به دوش دارند. اما اکنون همزمان با اعلام خروج نیروهای خارجی و به خصوص خروج نیروهای آمریکایی از کشور، این قشر نسبت به ادامه کار در کشور نگران است. تعدیدات متوجه سکتور خصوصی هست. ما از حالت بلا تکلیفی که امکنون جاری هست در کشور از این نگران هستیم. تقریبا 2-3 سال میشه که آوازه هست، رسانه ها هر ساعت و هر دقیقه یک خبر تازه پخش میکنه که گویا آمریکا چی تصمیم گرفت مبنی بر خروج نیروهای خود از افغانستان. این حالت بسیار بده برای مردم و سکتور خصوصی هست. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری که از کاهش روزافزون سرمایه گذاری ها در هرات به خصوص در ماه‌های اخیر خبر داده و میگویند تعدادی از بازرگانان به ویژه بازرگانان جدید سرمایه گذاری هایشان را به بعد از خروج نیروهای آمریکا از کشور موکول کردند. به گفته آقای خادم، دست کم در یک سال اخیر از 320 کارخانه تنها 170 یا 180 کارخانه فعالیت دارند و ما بقیه آنها کاملا از فعالیت باز ماندند. تاجر، سرمایه گذار و حتی سرمایه گذارهای خارجی که میتونه که باعث رشد صنعت و رشد اقتصاد کشور بشه، زمان میتونن اینا با خاطر آسوده و آرامتر فعالیت بکنن که اعتماد به آینده داشته باشن. به باور شماری از آگاهان اقتصادی نیز که حضور نیروهای آمریکا را مرتبط به سرمایه گذاری در کشور و به خصوص اینجا در هرات عنوان کرده، میگویند که خروج این نیروها در صورت نداشتن برنامه از سوی حکومت به خروج سرمایه ها و افزایش نرخ بیکاری خواهد انجامید. موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی های را ایجاد کرده در بین کل جامعه و خصوصا قشر صنعتکار و سرمایه گذار ما، که متاسفانه اگر ما به یک صلح واقعی دست پیدا نکنیم میتونه که این نگرانی ها بجا باشه و این پیامدها از این میتونه که خروج سرمایه ها از افغانستان باشه، خروج نیروهای کاری یا نیروهای انسانی از افغانستان باشه. مسئولان در شورای متخصصان هرات نیز که حکومت را به نداشتن برنامه در قسمت حفظ سرمایه های داخلی متهم کرده، میگویند با خروج نیروهای آمریکایی از کشور وضعیت کشور وارد یک حالت نابسامانی خواهد شد. ما فکر نمی کنم دیگه حکومت توان از این داشته باشه که از یک موضوع قوی یک اطمینان درست برای مردم بده. با خروج کامل نیرو و وضعیت دولت جدن به مشکل مواجه میشه. هرات با داشتن دو بندر، گمرک، شهرک صنعتی و به علاوه فراهم بودن شرایط سرمایه گذاری به عنوان یکی از قطبهای سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود که بیشترین عواید سالانه حکومت از این ولایت تأمین می شود. عوایدی که به ادامه سرمایه گذاری از سوی بازرگانانش وابسته است و اکنون همین بازرگانان را خروج نیروهای آمریکا از کشور نسبت به ادامه کارشان نگران کرده است.